سلام دوستان، سال نوتون مبارک باشه. سال 1300 و 400 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که امسال بهتر از سالهای قبل باشه براتون. از این تعارفات معمول که بگذریم، آموزش امروز در واقع ایده کوچیک هست از طرف من به شما برای در واقع آهنگ کودکانه که حالا به اشتباه خیلی اون میگیم بوی ایدی. البته باید اینو خدمتتون بگم که درسته که این آهنگ حال و هوای عید رو داره و ما هم توی عید داریم درس میدیم، ولی در واقع اسم آهنگ کودکانه هست. و خب این توضیح رو از این جهت خدمتتون میگم که شما باید اول بدونید آهنگ رو در واقع با چه مفهومی در ذهنتون میخواید بخونید یا اجرا بکنید، چون این میتونه خیلی در حس شما موقع اجرا تاثیر بگذاره. بریم سراغ آموزش خود آهنگ. من یه نکته که میخوام در مورد آهنگ بهتون بگم که با بقیه آموزش های این آهنگ فرق داره اینه که شما میخوام برای این آهنگتون یه فراز و فرود بذارید، با شنوندتون بازی کنید، بالا و پایین ببریدش. اوکی؟ این میتونه خیلی خیلی توی احساس شما تاثیر بذاره. در واقع من میخوام یک جور متفاوت این آهنگو بهتون یاد بدم. اگر که اول ویدیو رو دقت کرده باشین، من درسته که آهنگ 6 8 هست، ولی با یه ریتم 6 8 میزنم که هر دو پارت میزانش مساوی هست. دقت کنید، میزنم یک دو سه چار پنج شیش، یک دو سه چار پنج شیش. البته میتونید شما باس دومتون رو بیاید روی یک باس آلترنیت بگیرید، یعنی مثلا بزنید یه بار با پنج بعد با چار بزنید، یا موقعی که سول میگیرید به این صورت میتونید این باس ها رو هماهنگ کنید. پس این در مورد باس های ریتمتون. شروع آهنگ که در واقع من با یک میم خوندم، با یک لفظ میم، این قسمت رو میگم. ببینید، اینجا رو با این ریتم میزنیم، بعد میرسیم به قسمتی که میگه بوی ایدی. اینجا رو با چند تا ریتم میتونید بزنید. میتونید یکم ریتمتون رو خلوت‌تر کنید، یعنی یه 6 8 اسلوراک ساده بزنید. مثلا بزنید این یکم خلوت‌تر از ریتم اولتونه، یا اصلا حتی میتونید یه ریتم شبه 3 4، چون در واقع 3 4 حساب نمیشه، ولی اینجوری بزنید. بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. ببینید من اینجا خیلی آهنگ رو در واقع معطوف کردم به کلام. ببینید هرچی شما گیتارتون رو پرتر میزنید کلام گم میشه، هر چقدر گیتار رو خلوت‌تر میزنید توجه میره به سمت کلام. نگاه کنید، مثلا من با یه ریتم پر میزنم اینجا رو، دقت کنید میزنم بوی ایدی، بوی تو، مثلا کلام من پیدا نیست، حتی قسمت های آوازیم پیدا نیست. حالا ببینید یه ریتم ولوم کمه، خیلی لایت میزنم، نگاه کنید بوی ایدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. چقدر اینجا کلام میاد توی توجه ما. پس اینا نکات ریزی هست که باید در مورد اجراهاتون بهش دقت کن. اما آکوردا چی هستن؟ قسمت اول لا مینور، بوی ایدی، فا ماژور، بوی تو، دو ماژور، بوی کاغذ رنگی، فا، سول، لا. بعد ادامه شو میریم، بوی تند ماهی دودی. اینجا ره ماژوره بچه ها، من دارم اکثرا ره مینور میزنید، اینجا این ره ماژوره. وسط سفره نو، سفره نو، بوی یاسه جانمازه، ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم، شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی. میمینور از شمردن، رمینور زیاد، دوباره میمینور،
روی اسکناس تا نخورده یه لاین کتاب دوباره همون فا سول لا. حالا اینجا اگه میخواین باز یکم آهنگ اوج پیدا کنه، شادی شکستن قلک پول در واقع یه جور مدلاسیون هم داره دیگه، از مینوره رفته به ماژور، میتونیم ریتممون هم اینجا پرتر بزنیم. چه ریتمی بزنیم براش؟ این ریتمو ببینید، من در واقع دارم یه آپاگادو رو روی ضرب چهارم، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی، از شمردن زیاد روی اسکناس تا نخورده لای کتاب دوباره همین آکوردهای فا سول لا. خب تا اینجا من حدوداً سه مدل ریتمتون گفتم و اون آکورد ری ماژوری که خیلی مهمه، بقیهش تقریباً در آموزش ها یکسان هستش. اما این قسمت دو ماژور فکر باشو لامینو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بطه‌های نور، ری ماژور سول ماژور لا مینور، برق کفش جفت شده تو گنجه‌ها. این دقیقا این قسمت تکرار قبله، دوباره بعدش که با اینا زمستون رو سر میکنم همون آکورد هست. ادامه آهنگ هم آکورد جدیدی نداره، اگرم آکوردی داره همین کلمه ها عوض شده، ولی همین مدل آکورد ها روی اون هست دوباره. خب من یک نکته دیگه هم میخواستم بهتون بگم، جدا از اینکه ریتمتون رو میتونید متفاوت بزنید، میتونید ولومش هم کم و زیاد کنید و همون تغییر ولوم میتونه یک احساس دیگه رو به وجود بیاره. مثلا همین اسلو راک، من الان میام اول با یه ولوم عادی میزنم، حالا یکم ولوم کمش میکنم، ببینید این قشنگ برای شروع مناسبه. ببینید بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی. خب همین ولوم رو میبرم بالا برای اون قسمتی که شادی شکستن قلک پول، فقط ولوم رو بیشتر میکنم. ببینید شادی شکستن قلک پول، یعنی هیچ تفاوتی در ریتم به وجود نیاوردم. ببینید بچه ها، ابزارهای ابراز احساسات یه مقدار بعضی وقتا میتونن ساده باشن، ولوم، تغییر ریتم. حالا اگر اینا با هم میکس بشن هم که خیلی میتونن احساسات بهتری رو ارائه بدن. پس نگاه کنید، خوندن خود شما رو میذاریم کنار، ریتمتون میتونه، مدل ریتمتون، انتخاب سرعتی که برای آهنگ دارید و ولومی که برای ریتمتون انتخاب میکنید و یا میکسی از تمام اینا میتونه احساس نواختن شما رو متفاوت بکنه. یه امتحان بکنید، همین الان بیاید این آهنگ رو ضبط کنید و برای من بفرستید، من اجراهاتون رو نگاه میکنم، به بهترین اجراتون در واقع یک هدیه تقدیم میکنم و توی پیجم استوری میکنم با هشتگ کودکانه و هشتگ فرتاش پایین پستاتون، و منم تگ کنید زیر پستاتون بذارید، پیجتون حتما باید باز باشه. یک جایزه من به بهترین اجرا تقدیم میکنم، کسی که تمام نکاتی که توی این ویدیو گفتم رو رعایت بکنه. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.